سلام بچه ها جونم، حالتون خوبه؟ امروز میخوام داستان خیلی زیبایی رو برای شما تعریف کنم. داستان امروزمون در مورد یه موشه، یه موش کوچولو. موشی مامانش رو خیلی دوست داره و وقتی که مامانش نیست احساس دلتنگی میکنه، اما خب مامان مجبوره گاهی از خونه بره بیرون و موشی هم یاد میگیره که تا مامانش برگرده کارهای مختلفی انجام بده، مثل بازی کردن، قصه خوندن، کار دستی انجام دادن، نقاشی کشیدن. گاهی اوقات دلم برات تنگ میشه وقتی سر کار میری. دلم برات تنگ میشه مامانی، دلم میخواد پیشم باشی ولی نیستی. کی برمیگردی؟ دوستای موشی دارن با هم دیگه بازی میکنن ولی موشی هنوز دلتنگ مامانشه. وقتی میری بیرون دلم برات تنگ میشه. دلم میخواد چیزی به تو نشون بدم ولی نمیتونم. کاش پیشم بودی. اگه مجبور باشی که به مسافرت کوتاه بری دلم برات تنگ میشه. بابا جون، وقتی چند روز نیستی انگار چند سال از تو دورم. دوست دارم موقع خوابیدن تو رو ببوسم و به تو شب بخیر بگم. وقتی برمیگردی خیلی خوشحال میشم. بابایی، میدونین وقتی آدم دلش تنگ میشه انگار مریضه. نمیخوام دلم برات تنگ شه، تو رو همین الان میخوام. ولی همه گاهی دلشون برای یه نفر تنگ میشه. کاش میشد با هم باشیم ولی نمیتونیم. همه ما کارهایی داریم که باید حتما انجام بدیم، اما دوباره به زودی همدیگر رو میبینیم. اینی که میبینید بابا موشیه. امروز رفته سر کار و داره به بچه ها درس یاد میده. ماما موشی هم رفته سر کار و منم تو اتاقم دارم با بلوکا بازی میکنم. میبینید ما از همدیگه دوریم. همه ما کارهایی داریم که باید حتما انجام بدیم، ولی مطمئنم دوباره به زودی همدیگر رو میبینیم. وقتی دلم برات تنگ میشه دیگرونم میتونن از راههای مختلفی به من کمک کنن. اونا به من یادآوری میکنن که تو برمیگردی. گاهی با هم دعوا میکنیم و گاهی بازی. این کارا ما رو به هم نزدیکتر میکنه. منم میتونم خودم رو سرگرم کنم. میتونم پتو یا اسباب بازی پشمالوم رو بغل کنم. میتونم جای گرم و نرمی رو پیدا کنم و کتابایی که دوست دارم ورق بزنم. میتونم نقاشی بکشم تا به تو نشون بدم. که نیستی بعد از مدتی خیلی دلتنگی نمی کنم. بازی می کنم و کار می کنم، می خندم و خوش می گذرونم. خب کلاس تموم شد. تو خیلی زود برمی گردی. هر دو خوشحالیم که دوباره با هم هستیم. مامان موشی، قصه ما به سر رسید. بعد این که داستانو گوش دادی میتونی بری یه گربه بکشی. به این شکلا خوب نگاه کن. با کشیدن دو دایره میتونی گربه هایی رو تو حالت های مختلف و گوناگون بکشی. بعد بپرسی همه گربه ها آماده حمله به موش هستن؟ این یکی خیلی آماده است. بعدش هم میتونی یه موش پارچه‌ای بسازی. میتونی با استفاده از الگوی زید که تو این تصویر میبینی و پارچه های مختلف بدون دوخت و دوز صاحب یه موش پارچه‌ای بشی. اندازه موش هم به دلخواه خودت. مرسی که به این داستان گوش دادی. فعلا خداحافظ.